سلام دوستان عزیز برنامه دانش و آگاهی در تلویزیون عصر امروز. امیدوارم که همتون خوب و خوش و سرحال باشین. نوشین نیکفرجام هستم. امروز برگشتم از پوری جون. خانم هوشیار نژاد خواهش کردم که با من بشینن یه کمی بحث بکنیم و گفتگو راجع به حرفای خیلی مهمی که الان این چند روزه دوربر من خیلی چرخیده. دوستان اومدن یه سری ناراحتی هاشون رو به من گفتند و در ضمن اول بگم که به تمام یهودیان جهان بگم که موعد روح ششانشون مبارک باشه، سال نو یهودی مبارک باشه و دو روز دیگه یوم کیپور که بزرگترین روزه یهودیان دنیاست هست و وقتی که مردم طلب آمرزش میخوان از خدا و فورگیونس به قول معروف از خدا میخوان. برای همین دیدم که خیلی وقت خوبیه که با پوری جون بشینیم بر راجع به این موضوع صحبت کنیم. انشالله که همه تون یه چیز کوچولو از برنامه امروز ما یاد بگیرین و به دیگران هم یاد بدین. سلام پوری جون عزیزم. سلام عزیزم، خوشحالم از اینکه در برنامه تون هستم. برنامه شما همیشه مورد علاقه باور کنین اکثری بینندگان عزیز ممنونم. هستن و حتی چندین نفر از دوستان من وقتی نشستیم با هم صحبت کردیم در مورد برنامه شما، نظرات شما، تجربه شما همیشه خوب صحبت کردن. ممنونم هم از شما هم دوستاتون. مرسی عزیز. واقعا میگم خیلی من همیشه شو وقتی شما رو نمیبینم دلم براتون تنگ میشه. من همینطور دلم که به این زیبایی اتفاقا من میخواستم به شما بگم چقدر لباستون خوش رنگ و خیلی برازندتون و بیوتیفول کالرین. رنگ رنگ علاقه مورد علاقه من. البته من عاشق رنگ هستم میدونم، ولی این رنگ از اون رنگای ملایمی که آدم احساس آرامش میکنه. ممنونم. منم عاشق این چیزایی که شما میپوشین و این جواهرات زیبا. مرسی. اینجوی بکنین انشالله همیشه به سلامتی، خوبی، خوشی. مرسی. در کنار شما عزیز. ممنون از شما و از همه طرفداران شما واقعا. ممنونم. امروز میخوایم ببینیم که چرا بعضی افراد دارن تلاش میکنن در نابودی دیگران با دروغ و تهمت. ولی شما دکتر هستین. من نظرم در مقابل شما خیلی باید اندک باشه. نخواهش میکنم. شما بذارین اینو بگم چون شما یک چهره خیلی محبوب هستین در تلویزیون و تو جامعه هستین. من که به جز خوبی هیچی از شما تال نشتیم. مرسی عزیزم. ولی افرادی مثل شما و من و افراد دیگه ای که همیشه در تلویزیون، رادیو، سوشل میدیا هستن، اینا بالاخره باعث تارگت دوستانی میشن که یه ذره حالا نمیخوام بگم حسادتی چیزی داشته باشن و به دروغ و تهمت‌های نابجا. میدونم شما از این چیزا در این چند سال زیاد شنیدین. خیلی زیاد تجربه هم کردم اتفاقا. برای همین مخصوصا خواستم با شما راجع به این صحبت کنم که چون تجربیات شخصی از همه چیز مهمتره. دقیقا. اون درس زندگیه. دقیقاً. خب دکتر همینطور که میدونین این جامعه تشکیل شده از آدم‌های متفاوت. بله. هر جامعه تشکیل میشه از آدم‌های متفاوت، ولی ما ایرانی‌ها به خاطر پرتاب شدنمون به این وره آب و با افکارهای مختلف، با فرهنگهای مختلف، همه تقریبا زیر یک سقف قرار درسته. و تمام این گرفتاری ها از همینجا داره شروع میشه. اگر خاطرتون باشه، من میدونم شما بسیار جوان بودین آمدین به آمریکا و تحصیلاتتون انجام دادین و تشکیل خانواده دادین. من خب تحصیلاتم در ایران انجام دادم، مشغول به کار بودم، اونجا ازدواج کردم و خب تجربه بیشتری نسبت به شما دارم. ولی اون زمان در زمان خودش هر کس در کاتگوری خودش در رفت آمد معاشرت بود. اینجا همه مخلوط شدن. درسته من توی فضای کار میکردم که همه نوع افراد ممکن بود بودن، ولی برای معاشرت انتخاب شده بود. بله. میدونین؟ ولی متاسفانه اینجا به شکل وحشتناکی شده و تجربه من داره نشون میده. بله. در لس آنجلس به این شکل که اکثر ایرانیای
خارج از ایران لس آنجلسی نه جاهای دیگه، ایالت های دیگه خیلی فرق میکنن، باور میکنین؟ حتی من دو سه هفته پیشتر در یه محفلی بودم با یک دختر خانوم بسیار جوان زیبای آمریکایی روبرو شدم که این دختر جوان شوهر ایرانی داره. ولی این طفلک به من برگشت گفت که من از ایالتی دارم میام که خیلی همه تمیز بودن. من از یه فامیلی دارم میام، فامیلی خیلی پاک، فامیلی خیلی خوب و افتاده و همه تحصیل کرده. ولی متاسفانه از زمانی که به لس آنجلس موف کردم انقدر دوچار و مشکلات دوستای شعافی شدم اصلا دارن این مسئله داره منو دیوانه میکنه. ببینین بانک آمریکاییه، فرق نمیکنه، در کاتگوری بالا هم داره زندگی میکنه، شرایط بسیار خوبی هم داره، ولی ظرفیت این نوع تظاهراتو نداره. نه خیلی سخته، خیلی سخته، میدونین خیلی سخته. و متاسفانه اینجا اینطوری شده. و ببینین من ایرادم به بعضی از خانواده واقعا نمیگیرم، خانواده که رفته ایران یه زن از یک جا گرفته برش آورده، نه تحصیلاتی، نه بکراندی، نه گذشته‌ای، نه تو اجتماع بودن، هیچ نوع فرهنگی، نه اهل مطالعه، نه سواد، هیچ چی رو نداره، فقط به جز این که از صبح بلند شه، فقط به خواد کی چی پوشیده اون بپوشه، کی چی خریده اون بره بخره، حالا چه با دعوا چه غیر دعوا با همسرش، با زندگیش ستیز داشته باشه که بتونه از دیگران عقب نمونه. شما چه جوری میتونین تو این محافل با این آدم ها اصلا کنار بیاین؟ اصلا امکان نداره. من که من میدونید که فلسفه من و شوهرم دقیقاً ما یه جایی رو میریم، من حالا خیلی بیشتر میرم چون بالاخره من تو اجتماع دوست دارم باشم. اینم شوهر من اگه کسی خوشش نیاد امکان نداره پا بذاره خونه‌اش، نه کاری درست میکنه همون اون، یعنی اصلا به شخصیتش توهین میشه به نظر من. ببینید وقتی کسی مثل شوهر شما، خب من شوهر شما رو از نزدیک دیدم، پسر یعنی شخص بسیار تحصیل کرده، اهل مطالعه، حرفه‌ای بسیار خوب، خب این شخص تو محافلی که میخواد بره وقتی که هم فکر خودش سر یک میز نباشن و یک مش فرق نمیکنه، مرد هم سی زنا شدن اینجا، بله، یک مش مرد های شعافی که فقط دم از این میزنن که کی چی داره چه جوری به دست آورده که اینم بتونه همراه اون و همگام اون بشه و خانواده ها رو متلاشی بکنن، چه جوری میتونن اینو افراد رو تحمل کنن؟ نه نمیتونن. مردا متاسفانه خاله زنک هم شدن پروژه خیلی، حالا که شما میگین مرد و زن نشدن، من دارم میبینم، مثلا دیدم تو اجتماع که مرده اومده شروع کرده پشت سر یه نفر دیگه بدگویی کرده به مردای دیگه، در صورتی که من تو ایران فکر نمی‌کنم اصلا ما اینجوری بزرگ شده بودیم که این چیزا باشه. خب برمیگردی به همون فرهنگی که که تو خانواده ند، ممکنه خانواده از نظر خانوادگی از شرط مالی خوبی داشته، ولی فرق میکنه، فقط پول داشتن مهم نیست، نه اصالت، اصالت مهمه، اصالت داشتن، یادگیری، یاد دادن به بچه، یاد دادن که چجوری باید زندگی کنی، چجوری باید رفتار بکنی. خب بعضی از مردا من دارم میبینم، خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام این لنگویج رو به کار میبرم، بعضی از مردا شدن دلغک زناشون. بله. میدونی؟ بله. و حمایت از زنهای بی سواد خودشون و یک مشم دلال. حالا این که دلالا باید دنبال پول باشن دیگه. آره، ولی این حرفی که زدین خیلی حرف مهمی بود، برای اینکه الان توی اجتماع ما یه اتفاقاتی افتاده که مثلا من میبینم خیلی یه خانومی که زیبا میرخصه و خیلی هم نجیبه، یه خانومی که زیبا سخن میگه، بله، دکلمه میکنه در جمع و بی نهایت نجیبه. اینو من میگم بی نهایت نجیبه، بله. چه دلیل داره؟ چون من مثلا خیلی از این افراد که اومدن میشناسم و زنا از روی حسادت، چون شوهرشون به احتمال خیلی زیاد اومده از این خانم تعریف کرده، گفته ببین چقدر رقصش زیباست یا چقدر سخنش زیباست، اینا رفتن چه چیزهای بدی پشت سر این خانومه گفتن. خانوما گفتن یا آقایان؟ خانوما گفتن، بعد به شوهراشون گفتن، شوهرها هم رفتن به شوهر اون خانوما گفتن که یعنی آدمای نجیبی بودن، که
زن تو با مثلا اشوه اومده برای شوهر من، یا زن تو برای من اشوه اومده که مثلا حالا آقای بده، در صورتی که اصلا چنین چیزی در وجود این شخص نیست، فقط از روی حسادت. و این حسادتی که الان متاسفانه تو جامعه ما اومده با چشم و همچشمی های بی خود که هم که شما میگین، و یه سری که افرادی که مثلا خیلی بدبختی شاید تو زندگیشون دارن، ناراحتی دارن، ولی دوتا مهمونی که میرن به خاطر اینکه اکس و وای و زی اومدن مثلا مهمونی هاشون رو گذاشتن و اینا رم چیزای خوشی هاشون رو میذارن که بگن آره ما هم آدمی هستیم و ما هم فلان مهمونی رو از اینا کمتر نیستیم، ولی خدا نمیدونه تو دل اینا چی میگذره. دقیقا همینه، یعنی هم خودشون میسوزن هم میخوان بقیه رو که شاید چشم دیدن اونا رو میشه، یعنی چنی اجتماعی سمی خیلی اینا سمن دیگه، درست هست یا نه؟ و ممکنه حتی بعضیشون هم تحصیل کردن باشن، فرق دیدم. من دیدم، من میبینم میبینم خانومی که تحصیل کرده از دکتره ولی الکالیک. آره فرقی نمیکنه، میدونی؟ فرق نمیکنه و حرکات بی ربط، صحبت کردن ها بی ربط، رابطه ها بی ربط، رابطه ها رو خراب کردن به خاطر خودخواهی و اون منر کثیفی که درونشون وجود داره واقعا. و از خانواده یاد نگرفتن، خانواده به نظر من نبوده که به اینا یاد بده. خیلی هم میرن کلاس های خودشناسی، بله، و جالبش اینه که فقط مثلا میرن چیزای بیزنس رو که چرخی پول درارن، بله، ولی شما چرا کلاس خودشناسی که میرین؟ برای اینکه خودتون رو بشناسین، آدم بهتری بشین برای خودتون، خانوادتون، اجتماعتون، یعنی یه چیزی به یکی یاد بدین. خب پول که میسازین که انشالله پولتون هزاران برابر بیشتر بشه. نه اینه، بعضی از افراد تو خیلی کلاس خودشناسی کلاس فراده، چون از بس دوروریاشون تو کارهای فراد هستن و به هم یاد میدن، از زن و مردش رو فرق نمیکنه واقعا، و همش چون فراد هم منظورشون پول در آوردنه، بله، حالا به هر شکلی که باشه، بله. اینا هر جمعی هر اجتماعی رو که میبینن فکر میکنن میتونن از اون اجتماع سوء استفاده بکنن، درسته، و به نفع خودشون تموم بکنن، در صورتی که اینطوری نمیمونه. نه، شهر کوچیکه، یعنی اجتماعی دنیا کوچیکه، دهن به دهن گفته میشه، عبر زیر ما پنهان نمیمونه. درسته، واقعا امیدوارم که این بچه هامون جنریشن بعدی بتونن اینو عوض کنن. مطمئنن عوض میکنن، امیدوارم، چون جوانای ما، امیدوارم، بچه های خودتون ببینین، بچه های ما رو، تازه این بچه ها به شکلی بزرگ شدن، بچه های شما و بچه های شبیه بچه های من به شکلی باشن تو خانواده های بزرگ شدن که خانواده رو دیدن، راهشون و روششون و اینا، ولی مطمئنن بچه های جوان پا جای پای مادرها و پدرها نخواهند گذاشت. واقعا امیدوارم، چون من الان چند ساله که اینجا هستم، من از سال 93 الان 30 ساله که من توی لس آنجلس یعنی کاملا یعنی اومدم لس آنجلس موندم. بله، من از سال 1977 اومدم آمریکا و در حدود 15-16 سال پیش که من تازه شروع کرده بودم که والونتیر ورک میکردم و اینا، 20 سال پیش نام چقدر 20 سال پیش شاید 2000 آره 19 سال پیش، خانم های ایرانی که میدیدم که میامدن، چون همه خانم بودن، میامدن صحبت میکردن، از مادر بزرگ من کوتاه فکر و مادر بزرگ من خدا بیامرز اصلا یک آدم عجیب و غریب روشن فکری بود. و بعد دیدم که بچه های اینا هم دارن یه جوری مثل اینا میشن، بعضیشون بعد آره خیلی ناراحت میشدم، میدونم که آخه شما که توی مملکت دیگه به دنیا اومدین بزرگ شدین، آخه چرا؟ من اتفاقا در تایید حرف شما مدت پیش راجع به همین کس صحبتی کردم، من یه تعدادی گفتم گفتم مثلا بچه فلانی داره شبیه فلانی الانی که این زن انقدر خطر برای خانواده ها ایجاد میکنه، در فردا این میشه، میدونین فردا این خواهد شد. و خب اینا به قول خیلی ها اینا از بیکاریه دیگه، از بیکاری. یه چیز دیگه هم هست، مثلا مادر یا پدر دارن با هم بحث میکنن راجبه یکی بدی میگن،
من شنیدم مثلا بچه هاشون یه مرتبه با اون طرف اصلا قطع رابطه میکنن بدون اینکه اصلا بدونن چه دلیلی اصلا داره. تو درگیری ها بچه ها رو میارن وسط. نه اصلا من نمیفهمم آخه چطور ممکنه. من مثلا من شخصا اگه کسی بیاد روش مادرم بدی بگه با طرف روبرو میشم، ولی نمیذارمش اونجوری قطعش کنم. روبرو میشم که بهش بگم که آقا مثلا اگه حرفی که تو میزنی درسته یا اشتباهه. نه بعد اگه تصمیم گرفتم بذارمش کنار میذارمش کنار. من الان میشنمم تو بچه های جوان دیدن مادر و پدر با خواهر برادرشون شاید اصلا بد حرف زدن، یه مرتبه پسر خاله من دختر خاله عمه شونو اصلا از سوشل میدیا و اینا همه قطع کردن. دیلیت تموم شد. یعنی آخه چرا بچه هاتون یا بچه هامون میان خودشون اصلا اجازه میدن دیگه؟ خانواده ها اجازه میدن که از بس میشینم با اینا صحبت میکنم و اینا رو شستشوی مغزی میدن. ببین میخوان لشکر جمع کنم برای خودشون. آخه عاقل باید باشه. ببین خانم دکتر الان در شرط فعلی که شما توجه کرده باشین تو بعضی از مهمونی های این جماعت دارم میگم، نه مهمونی هایی که واقعا سرش به تنش میارزه، اگر وارد بشین هر چهره جدیدی که اگر تو این وارد بشه دیگران براش کمین میکنن. بله. حالا این طرف ممکنه یه تایتل داشته باشه، ممکنه یه ذره پول و پلایی داشته باشه، اینو برای این کمین میکنن. بله. که اینو ببرن توی تیم خودشون و تیم خودشون رو بزرگتر کنن. بعد از یه مدت خیلی کوتاه متاسفانه میبینیم شخص جدا میشه شبیه خود اینا شده. آره دیگه میدونی آخه مثل چی میگن مثل با مثل دیگه، یعنی دقیقا. با هم دیگه باید به هم باید بخورن وگرنه نمیشه. من همونطور که به شما گفتم درسته. من خودم الان درسته پریود خیلی کوتاهی ناخواسته وارد بعضی از رابطه هایی شدم که در شأن من نبود واقعا. بله. و خیلی راحت خودم پیشتم کنار، خیلی راحت خودم پیشتم کنار، ولی بعضی ها نمیتونم. نه. بعضی این قدرت و توانی ندارن که کنار مونده بشن. نه. حالا ممکن تحصیلات خیلی بالا داشته باشن، با هر ننه قمری میخوان معاشرت کنن، خونه هر ننه قمری میخوان رفت آمد کنن. انرژی از کجا میاد؟ و حرف و سخن از اینجا شروع میشه دیگه. نه ولی انرژیشون از کجا میاد آخه؟ ما مثلا یه شب بخوایم شام بریم بیرون تا سه شب میگیم که آقا خسته ایم. بله. نه تو که اینو خب من نمیدونم به این دلیل که مشروب زیاد میخورن، مشروب رو های میکنه، یعنی تا وارد بشن اولین کاری که میکنن گلاس مشروب تو دستشونه و خب و و و و چیزهای دیگه واقعا که من نمیخوام واقعا اسم بیارم، ولی ایناست که بعد حرف و سخن ایجاد میکنه. بله. ایناست بله. که حسادت به وجود میاره، از ریشه خانواده ها رو میزنن، رابطه خانوادگی ها رو خراب میکنن. خب اینجا آدم باید عاقل باشه دیگه. حالا خدا کنه اون وقتی میرن بدگویی میکنن پیش همسر یارو، خب همسر عاقل باشه. همین باید عاقل باشه. همین میدونی همین. و چقدر ازدواج ها به این دلایل یعنی اصلا بی خود بلد. داره به هم میخوره. یا مثلا یه چیزی که خیلی الان چون که چیز نزدیک همون گفتم روزه بزرگ یهودیانه، نفرین کردن کار خیلی هست. خواهش میکنم نفرین نکنین کسی رو. چون که نفرین خودش یه دعایه، ولی خب دعای منفیه و خدای نکرده خدای نکرده. چون در این تمام زندگی ما انرژیه دیگه، این دور و برمون انرژی زیاده، خدای نکرده برمیگرده به طرف، مواظب باشین. و کسانی هم که دارن روز دوشنبه روز بزرگ روزه میگیرن فکر نکنن که تمیز میشن دوباره از روزه که در اومدن شروع کردن به حرفای بد زدن و اعمال بد. یعنی واقعا ببینن این خصایص توی جامعه یهودی هم هسته، همه جا من هست. فکر کردم فقط تو مسلمان هست. نه بابا هممون از یه هممون یه جا بزرگ شدیم، چه فرقی میکنه؟ ببینین این من مثلا شنیدم طرف زنگ زده به یکی گفته که خانومت این مثلا همون رقصیده قشنگ، مثلا یادت باشه که تو بچه داری ازدواج نکرده. یعنی کلمه نفرینم گفته مثل این که شما چجور به خودتون اجازه میدین اصلا برای کسی بد بخواین اینجوری؟ بله. و اصلا اون هرسی که آدم میخوره وقتی که کسی رو بهش فوش میده نفرین میکنه اونو ببینین چیه.
خب اینا همه کم بوده دیگه. خیلی من اینم اتفاقا میگم داشتم نگاه میکردم در مورد صحبت کردن و دیگران رو به جون هم انداختن که خیلی در بین این اجتماع نادرست که برای خودشون درست کردن متداوله و اکثرا زن و خانمای در سن بالا. آره ولی جالبیش دوستای صمیمی ان پوری جون. خب همین میشه دیگه، دوستایی که سالهای سال با هم همینه. روز و شب با هم بودن بعد به یه چیزی به هم خورده. اتفاقا اینا دوست نیستن، اینا فکر میکنن با هم دوستن. نه بودن میگم، اینا معاشرن، یه معاشر خوبه همیشگی هستن که سرشون گرم باشه که وقت نکنه یه شب تو خونه تنها بمونن. میدونی؟ بله. به نظر من یک دوستی عمیق نمیتونه اینطوری باشه، اصلا به این شکل نمیتونه باشه. من خیلی چیزای بدتر از این دیدم تو این اجتماع و واقعا اگر بگم خجالت آوره. میدونین من اگر داستان زندگی رو بگیرشیرم بر شما تعریف کنم که توسط دوسته تو از همین زنای نادرست این شهر واقعا از نظر اخلاقی دارم میگم، که فقط خال زنک بازی، که فقط میخوان برای خودشون گروه جمع بکنن، تن به هر رذالتی میدن که بخوان رابطه ها رو مثلا خراب بکنن که خودشون جای نشین بشن. بشو اصلا که چی آخه؟ بشو اصلا که چی؟ میدونی؟ من نمیتونم هضم کنم. خب این رذالتشونه دیگه. ولی داشتم به راجبش یه مقدار میخوندم باز بیشتر راجب همین حسادت و این چیزا. حسادت از 2 سالگی بچه شروع میکنه به حسادی کردن. کم بوداست دیگه. همین کم بوده دوران بچگیشونه. ما با هم اون هفته داشتیم راجب این موضوع صحبت میکردیم که چقدر مردم، یعنی چرا اینجوری میشه؟ مادر پدر اگه الان کسی داره نگاه میکنه که جوونه ان بچه یا مادر پدر بزرگ هستیم، این خیلی مهمه که چجوری بچه از اون کوچیکی شروع میکنه به حسادت کردن. اگه ببینین مقایسه میکنن دکتر. با هم وقتی که همین افراد دارم به شما میگم، وقتی که این از خود بچگی مورد علاقه مادر نبودن، بله، موقع علاقه خانواده نبودن، بله، بعد ازدواج میکنن مورد علاقه خانواده قرار نمیگیرن، به نظر اینا، به نظر من اینا اصلا آلردی ترد شدن. درسته و اینا چیکار میکنن؟ تمام تلافی و این کمبودهای زمانهایی رو که مورد احترام نبودن سر دیگران خالی میکنن. حالا دوست، همسایه است، همصحبت، همسفر، هر کی که میخواد باشه. واقعا خیلی خیلی غم انگیزه این موضوع. به خدا میگم خب شما که به عنوان یک دکتر روانشناس شما الان باید علاجشو بگی. علاجش اتفاقا داشتم چیز میگنم روانکاویه. میدونین که چرا؟ چرا؟ چون که این افراد اگر بتونن رو خودشون کار کنن که به اینجا نمیرسن، پس احتیاج به کمک دارن و کمک واقعا حرفه‌ای دارن، نه کمک مثلا چیزی. و یکی هستش که خب اگر عقلش به سرش میاد میگه که من شاید نخوام برم برای روانشناس یا روانکاو، میشینه 4 تا کتاب میخونه، 4 تا کتاب گوش میده، با چند نفر آدمایی که یه ذره واردتر از صحبت میکنه، درد میکنه، این یه کمی از وجودش میاد بیرون. ولی وقتی نمیتونین حتما و حتما بایستی که بریم پلی یه نفر باهاش صحبت کنیم. مثلا یکی بیاد پلی من میتونم بشکافم که این از بچگی چه بلایی سرش آوردن. مثلا آیا توی یکی از این تکنیک ها با هم مثلا صحبت میکنیم، طرف میگه که آره من الان یادم میاد که مثلا 5 سالم بود مامانم داشت منو با دختر خالم مثلا مقایسه میکرد. این از اون بچگی خودش شروع کرده به چیز کردن که پس اگه من مادرم یا پدرم منو با فلان کسک مقایسه میکنه پس من خوب نیستم. میبینین که الان تو آمریکا هم الان همه میگن که این افرمیشن ها هست، صحبت های مثبت که میگن مثلا یه چیزی که خیلی مهم میگن I am enough، من کاملم، من هستم. ولی خیلی نیستن، خیلی همه کمبود دارن. خب کمبودشون چون نمیتونن تو خودشون پر کنن، هی میخوان برن با این دوست بشن، با اون دوست بشن. کم بوده رو از خونه های دیگه میخوان به دست بیارن. میدونی؟ آره. از رابطه های دیگران میخوان به دست بیارن. این حالا این رابطه چه به درست باشه چه نادرست باشه. نه اصلا آخه نمیشه. ببینین چجوری شما میتونین اون چیزی که احتیاج داره وجودتون رو از یک نفر دیگه بگیرین؟ نمیتونین. میدونین؟ درسته. مثلا باید با یه چیزای خودتون رو پر کنین، با یه چیزای
همین که میگم آگاهی دانش، ببینید شما میگین خیلی هستن که دکترا دارن این دارن، ولی واقعا چیزای توفیعی نیستن تو اجتماع. ابدا، حتی سمیم ای صرف این که چون تایتل دارن. بله. آدم که نباید بیاد خودشو گرفتار این تیم آدم رو بکنه. درسته. ولی شما اگه یه دارین یه کاری میکنی، من همش تو این برنامه میگم دانش و آگاهی، دانش رو یاد بگیرین، آگاه بشین، به وجود خودتون آگاه بشین. بابا کار تو کار مردم، سر تو کار مردم نکنین. چی کار مردم دارین؟ به خدا خود آدم انقدر موجود جالبیه وقتی که میره تو وجود خودش و خودش شروع میکنه پیدا کردن. هممون خوبی داریم، هممون بدی داریم. درست. ولی خب یه ذره به تمرکزمون رو بذاریم رو خودمون. اگه بدی داریم خب روش کار کنیم، خودمون رو خوب کنیم. اگر ببینین من چند دفعه آخه ببینین خانم دکتر، یه شخص حالا فرق نمیکنه زن چه مرد، با دقل و دقل بازی به یه جایی رسیده و داره نون میخوره از دقل بازیش، این چجوری باید خودشو درست بکنه؟ نمیتونه. اگر اون دقل بازی نباشه که این نمیتونه نونی بخوره که. همین، نمیتونه. ولی اگه آگاه بشه به خود رو خودش کار کنه، بایستی که کمک بگیره. متاسفانه اون آگاهی است. ببینین این افرادی هم که شما میگین، مثلا خب حتما مهمونی های درست حسابی میدن، یه مردم خون دور خودشون جمع کنن صد دیگه. صد مردم هم فکر میکنن که حالا فلان کسا که ما رو دعوت کرده، عجب من آدم مهمی هم که من دعوت شدم اینجا. صد درصد. اینا دورورش رو میگیرن ولش هم نمیکنن. خب وقتی که شما یه نفرم ول نکنین، اینم آگاهی نداشته باشه و همیشه همین کارا رو انجام بده، خب عوض نمیشه. نه. عادت داره بهش. نه. ولی میگم متاسفانه تو جامعه دارم زیاد میبینم، خیلی ناراحت میشم که اینا رو میبینم. و مردمی که اینقدر داره بهشون ضربه روحی روانی میخوره. آخه این افرادی که شما الان دارین میگین با توجه به اتفاقاتی که براشون افتاده، آیا باز تمایل دارن با اون آدم ها معاشرت بکنند یا نه؟ نه ندارند، ولی در دهن مردم رو نمیشه بست، در دروازه رو میشه بست. پوری جون. بله. اشکال اینه که اونا رو نمیشه هیچ جوری عوضشون کرد. خب دهن اونا مهم نیست، مهم اینه که رابطه قطع بشه. رابطه قطع ولی خب باز میان وقتی رابطه قطع بشه حرفام قطع میشه. میدونی دهل بازی اونا قطع نمیشه، چون اونا بعد میرن با شخص دیگه ای، با شخص دیگه ای، چون اینا تو ذاتشونه، تو سرشتشونه که این نوع عادت کردن به اینو زندگی. ولی یه مدت طول میکشه. خب طول میکشه، باید تحمل کنن. همین، این تحمل اون یه مدت خیلی سخته که شما میبینین که مثلا شاید این اتفاق یک مدت پیش افتاده و طرف هنوز که میخواد راجع بهش صحبت کنه شروع میکنه گریه کردن. یعنی هرچی هم خواسته از دلش بره بیرون نمیره، برای اینکه زخم زبون وقتی که میشینه روی روحیه آدم واقعا یه چیزیه که خیلی سخت میره. قوی باشن. آره، اینا هم تازه کسایی که من به شما میگم افرادی هن که خیلی قوی هن. یعنی خب ببینین چه کار کردن، همین کجاشون زدن. میخوام ببینم آخه چرا میایین اینقدر حرفای بد میزنین، یا از روی حسادت، از روی ناراحتی. اگه شما مثلا از یه نفر، اون دفعات پیش روزی به این چیزا من صحبت کردم تو این برنامه، حسادت میتونه چیز خوبی باشه، میتونه شما رو به راه بالاتر ببره. میگی که طرف رقصش زیباست، خب منم میرم رقص، کلاس رقص، رقص یاد میگیرم. دفعه دیگه که من رفتم تو مهمونی، منم میرم اینجوری قشنگ برای خودم اینجوری میکنم میرقصم. اگه صحبتش خوبه، خب تو هم برو چهار تا کتاب بخون، چهار تا شعر بخون، یه کلاس های شعر هست الان، خب برو یاد بگیر. دلیل نداره که بزنی تو سر طرف یا بدی بهش بگی یا نفرینش بکنه. خب اونا به جای یادگیری میخوان تیم درست کنن برای خودشون. آره. افراد شبیه خودشون، کوتاه فکر، میدونین آدم های پایه های ضعیف و سست دارن. خیلی دوروبر خوشم کنن که بتونن بهشون مسلط بشن و دستور بدن. میدونی یه حالت ریاست میخوان داشته باشن. خیلی خب مریضن دیگه، بیمارن. میگم خیلی من فقط میخوام خواهش کنم از همه تون، اگر تو دوستاتون چنین آدمایی هست بذارینشون کنار. میتونین بهشون تذکر بدین، بعد بذارینشون کنار. آخه اینو تذکر پذیر نیست. میگم از این گوش میره از اون گوش در میاد، ولی بازم شما میدونین کار خودتون رو بالاخره کردین. من باشم مثلا تذکر میدم، چون حالا
میگن این معلمه. نه معلمم نیستم، ولی واقعا اگه یه کار بدیه و شما میتونین یه کاری بکنین راجبش که خودتون رو بهتر بکنین، چرا که نکنین؟ از من که چیزی کم نمیشه که، من یه چیزی به شما اضافه میشه که برین بکنین و عاقبتتون رو اولا بهتر بشین. شما به عنوان روانشناس دارین محبت میکنین در حق اون خانواده، در حق اجتماع، چون هر کدوم از این خانواده ها تو اجتماع هر خودشون یه نقشی دارن، یا نقش سازندگی یا نقش تخریب. بله درسته؟ بله برای دیگران. بله حالا میخواستم یه چیزی بگیرم که این حسادت چیه. میگه همین حسیه که فرد در درون خودش داره و همیشه فکر میکنه که اون چیزی که داره کمه، همیشه کم بود داره. آره دیدم. یعنی همین، یعنی دیدم. فرقی نمیکنه که، فقط هم راجع به مال و اموال نمیگیم، همین که میگم طرف رقص نمیدونم شاعره، نمیدونم خواننده، هر چیزی ممکنه اذیتش کنه طرف، از این یه ذره بهتر باشه میگه که وای من نمیتونم، چون مورد توجه اون شخص تحمل توجه بودن کسی دیگر رو نداره متاسفانه. بعد حالا چه اتفاقاتی که گفتم از 2 سالگی شروع میشه، مواظب به نوه ها بچه هاتون باشین، اگه سن سالتون به بچه دارین با کسی مقایسش نکنین، جلوی دیگران ازش بدی نگین، چون وقتی که بدی های بچه رو میگین همون بچه میشه همین خانم و آقای بزرگ، 100% میتونه برا همین. بعد یکی که میاد بهش میگه که مثلا زن و شوهر سر شام نشستن میگن که ببین، خانمه به شوهره میگه که آقای فلانی مثلا چقدر کچلوار شیک بود، این آقا میشه دشمن خونی اون یکی آقا، دعوا مرافع که این نکنه سر نخی سر چیزی داده به زن من که زن من چنین حرفی زده. تمام از کمبود میاد، همون که بچگی بهش یه چیزی گفتن مقایسش کردن با یکی دیگه. یعنی ببینید ضمیر ناخودآگاه چجوری کار میکنه. یعنی این موضوع شاید موضوع 60 سال پیش بوده، آقای 3 سالش بوده، مامانش گفته که پسر داییت مثلا کوچلوارش که رفتیم عروسی مثلا کوچلوارش قشنگ بوده. این مونده توی روحیه آقا سر شام که خانم بهش میگه که آقای فلانی کوچلوارش شیک پوشیده، این میخواد زنشو بکشه. حسادت بدون اینکه بفهمه از کجا میاد. اینه که میگم که اگه بیان مثلا تراپی، آدم میتونه از اون ریشه بفهمه که کجا بوده که این تلنگر زده، اونو براشون تمیز میکنیم، میره دیگه، این اذیتش نمیکنه. خیلی عالیه، هم خودش راحت میشه، این تیپ آدم خوش نمیشه، ناراحت میشه خیلی بیشتر، چون ببینی اینا از صبح بلند میشن آخه زهره همش این سم، آره دارن تو خودشون میریزن که به دیگران ثابت کنن که اون مثلا از فلانی بالاتره، بله اون از فلانی بهتره. میدونین من مورد داشتم، مورد همین چند وقت پیش که یه خانومی که از دوستان دور من هستن به من گفت، گفت یه شخصی که من میشناسمش که اینم جزو همین گروهه، میگفت زنگ زده به من میگفت تو نمیدونی من چه آدم خوبی هستم، تو یکم بیشتر با من معاشرت بکن. جدی؟ خدا شایده یکم بیشتر با من معاشرت بکن تا چیزایی که به تو گفتم برعکسش بهت ثابت بشه. خب این چی میگن، گل آن است که خود به تراود. بعد میدونی این شخص به من چی گفت؟ گفت همینجا به من ثابت شد که چقدر این زن ناچیزه، چقدر این زن نادونه. واقعا حرفی که زده گفته من خیلی خوبم. آره میخواست ثابت کنم، گفت با من معاشرت بکن تا بهت ثابت بشه که من چقدر آدم خوبی یعنی هستم، یعنی که من میدونم که من بدم. دقیقا. شما فکرشو بکنی ببینید تا کجا پیش میرم. دیگه اینه میگه من میدونم که من بدم، تو میدونی من بدم، من حالا بیا فکر کن من خوبم، به من وقت بده که من خودم به تو ثابت کنم. آره. که من خیلی خوبم. حالا شما بدشو کنیم من چقدر باید خودم اذیت بکنم، چقدر برم دنبال این و اون که ببینم این شخص مقابلی که این خانوم باهاش ستیز داره، ببینه این با کی در رابطه است، که همش زنگ بزنم به اطرافیان این، به اطرافیان این ثابت کنم که من خوبم اون بده. این خودش اینو بیماریه دیگه، بیماری وحشتناک واقعا. اینا وقت از کجا میارن پوری جون؟ دیگه به خود من امروز به عروسم زنگ زدم میگم
ببخشین که من از هفته پیش تاره که شماره دستم وقت نگرم زنگ بزنم. خب تکس کردم یه چیزایی ولی زنگ نزدم، یه حاله مثلا بچه هم بپرسم چجوری اینو من وقت میکنم برم خونه طرف بهش زن بیا منو بشناس ببین من چه آدم خوبیم. دقیقا اینقدر از این موردا هست که باور کن به قولی که از دوستان به من میگفت بودی بشین یک کتاب بنویس. واقعا میگفت بشین، چون من الان نزدیک 40 سال آمریکا هستم، در لس آنجلس هستم، درست تو ناف ایرونیا هستم، هر موردش چه از مسائل سیاسی ولی بنویسید ورزشی نمیدونم هنری، خب همیشه ما بودیم دیگه. آره، درسته. آره، تجربه شخصی، تجربه است دیگه. من داشتم اتفاقا این تجربه شخصی که میگه، من یه نفر میشناسم، یه آقای آمریکاییه که این در حدود 30 تا کتاب نوشته، یعنی این کتاب رو می‌نویسه یه کتاب دیگه، کتاب هم با عکس و تصویرهای زیبا و بعد میذاره روی یوتیوب و آمریکایی هم هست، بعدش هم کتاباش هم میخونه همه رو روی یوتیوب و اینا، اگه برین مثلا ببینین همه چیزاش الان گذاشته روی یوتیوب. بعد به من زنگ زد گفتش که من دارم یه کتاب دیگه راجع به روابط بین زن و شوهر یا دو نفر. بهش گفتم تو 50 و چند سالته، تا حالا تو چند تا رابطه بودی؟ نه زن داری نه دوست دختر داری. گفتم آخه یکی این چیزها رو مینویسه که خودش تو رابطه باشه. من خودم 2 تا کتاب نوشتم، خب 2 تا کتاب من در مورد ریلیشنشیپ هر دوتاش، ولی من تقریبا من 38-39 ساله که مزدوجم، اینقدر بالا پایین زندگی دیدم تو زندگی خودم و دیگران، یعنی چیزی که نوشتم که فقط از روی کتاب و تحقیقات ننوشتم، که این که شما میگم خیلی مهمه حرفای شما. شما تو اجتماع هستین، توی این مردم هستین، شما اینا رو لمس کردین، تجربه کردین، چیزایی که میان بنویسین و راجبش صحبت کنین و بگین، اینا همش برای بیدار کردن مردمه که مردم زندگی بهتر بکنن. شما خودتون از یه دکتر بالاتری، دکتر حالا رفته یه مدرک گرفته، شما تجربتون خیلی ماورای همه ایناست. مگه نمیگن؟ واقعا میگن، مثلا میگن که مادر بزرگا پدر بزرگا یه چیزایی میگن، میگن نه بابا طرف پیره، ولی نه، این طفلکی از رو تجربه که صحبتایی که میکنن مهمه، که دارن درس زندگی میدن. نه. این خیلی مهمه، تو رو خدا بنویسی. حتما این کار رو خواهم کرد، به خاطر که 2 مورد خیلی خیلی جالب و یعنی شاینی قضیه میتونی باشه. که من اگر واقعا عنوانش بکنم، حالا چه در نوشتاری چه در گفتاری، واقعا فکر میکنم خیلی از افرادی که میفهمن واقعا برای خانواده ها متاسف میشن. خیلی درست میدونی؟ بله. که اصلا متاسف میشن، یه همچین خانواده هایی اصلا وجود دارن. اینو بچه هاشون، من اگه بچه دارن نوه دارن، اون بدبخت ها چی؟ اگه بیدار نشن منظورم، شبیه خودشون میشن. همین، وای 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 خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. بله. متاسفم. ولی حالا من میخواستم حالا بگم که یه سری راجع به حسادت و اینا از کجاها فقط پیش میاد، که اگه کسایی هستن که انجام ندن بالاخره یه چیزی، این که دوتا بعضی ها 2 تا 3 تا 4 تا بچه دارن، یکی سوگلیشونه و بچه های دیگه هم اینو میفهمن. خیلی بد، خیلی خیلی. و این باز، اینم باز اون کینه رو، تخم کینه رو از بچه توی بچه ها. برای همین میگن طرف الان به این سن رسیده همش میگه مادرم ایشون خب منو دوست نداشته. آره، دلیلش همینه دیگه. بله. بله. الان این شخص 70 خورده ای ساله بیمار شده. بله. همش بخواد تو جون مردم بیفته و رابطه های مردم رو خراب کنه. بله. از این به اون بگه، از اون به اون بگه، از این بگه، از اون به اون بگه. خیلی بله. همین شخصی که دارم به شما میگم. بله. که باور کن شاید 73-74 سالش باشه. وای. این شخص، من سالیان سالی که میشناسمش، این واقعا مریضه، به این دلیل که به صمیمیترین دوستش هم رحم نمیکنه. یعنی میاد پتی زندگی اونم رو آب میریزه، بعدم میخواد معاشرت بکنه. این حرفی که زدین خیلی جالبه.
این افراد خیلی چاپلوسن. یادتون باشه. دقیقاً چاپلوسن. ولی پشت سر طرفم هی بدی میگه. دقیقاً. خب مواظب باشین. میدونی؟ همین این دوستان اگر دوستتون چاپلوسه و پشت سر دیگران بدی میگه، پشت سر شما هم بدی میگه. هست. اصلا ببینید چاپلوس یعنی چی؟ آخه چه دلیلی داره آدم بی مورد فردی رو که برای اولین بار دیده هی شروع کنه قرب و صدقش رو از سر تا پاش تعریف کردن؟ چه دلیلی داره؟ هیچ. این یه نیتی داره دیگه. آره ولی اینم در چیز خودشه، در وجود خودشه، انقدر تمرین کرده که نمیتونه عوضش کنه. بدبخت. خب دیگه دیگران باید آگاه باشه. همین ما بازم میگیم دانش و آگاهی. بعد اینا آدم های دروغگویی هم هستند خیلی. بیگ تایم، بیگ تایم. من باور نمی کنیم به یکی از همین چاپلوسان اطراف. یه زمانی یک زیدی رو ما معرفی کردیم مصرف من آشنا شدن اینا. من دیدم بار اول که این شخص رو دیدن صورت رو ونوس تشبیه کردن، هیکل رو نمیدونم چی تعریف کردن. برای بار اول معمولی. خب من اصلا موندم، گفتم خب این چرا این حرف رو میزنه؟ خب بار اول تو داری این شخص رو میبینی. خب. این تعریف های بیموره چیه؟ که اصلا صحت هم نداره. خب ببینی این کاسبی شه دیگه. حالا با هم دوستن؟ نه خوشبختانه، نه خوشبختانه. چون طرف هم متوجه میشه و از یه مدت میفهمه که مسئله کاسبیه، یا چیز فروختنه، یا چیز انداختنه، یا اینکه که اینجا لس آنجلس هم همه شده محل بیزنس. متاسفانه. میدونی؟ متاسفانه. نمیدونم چیکار کنم، یعنی دیگه نمیدونم. بعد انتقاد. بعضی از انتقادها خوبه. همین. بعضی از انتقادها سازندگی در آدم به وجود میاره. ولی نه مال اینا. اینا باعث اینا میان انتقادی که میکنن انقدر با تنفر و با غضب و با یه جوره میدونید همچین میجوشه از اونجا، حسادت میاد بالا. انقدر بعد به سفتی و سختی انتقاد میکنن که یارو رو بیارن بشکنن بندازن پایین، مچالش کنن، که فکر میکنن با مچاله شدن یه نفر اینا خودشون میان بالا، در حالی که نمیدونن که اگه اون شخصی که شنونده است عاقل باشه میفهمه که این اشکال از این طرفه، این حالا این انتقاد اصلا به چه دردی میخوره؟ آخه اگه صحت نداشته باشه به چه درد میخوره؟ همین. شما که میگین انتقاد مثبت، شما دوستین با یه نفر، میگی که فلانی مثلا این لباسی که امروز پوشیدی رنگش مثلا به رنگ پوستت نمیخوره مثلا. شما یارو پوتان نکردین، نیومدین بشکنینش، گفتین که مثلا دفعه دیگه حالا یه مثلا شاید یه گردنبندی، یه دونه شالی چیزی روش بپوش که رنگ صورتت مثلا بهتر بشه. ولی حالا اگه طرف بخواد چیز بکنه همچین میشوره یارو رو، میگه ببین چه سلیقه بد گندی داشته، این لباس چیه این پوشیده، این اصلا این رنگی به این نمیاد. میدونین خب فرق این با اون چیه؟ مثبته اینه که شما میداری با عشق به طرف میگی 100% و طرف میگه دفعه دیگه، میگه پوری جون قربونت، تنکی و خیلی ممنون، دفعه دیگه حالا این رنگ نمیخرم. اونجوری طرف خوردم شده، تازه به جایی هم نرسیده. یعنی منظورم مثال خیلی عامیانه، یه خیلی چیزی که دارم میگم یه چیز خیلی معمولیه که خودمون اصلا در روز نمیفهمیم واقعا، چون انقدر دیگه لباس و اینا آدم هی در رو در رو هم دیگه رو میبینه این به نظرم اومد. میگم ولی اصلا یه چیز دیگه هم هست، احساس خوب در ناراحتی دیگران. وای به وقتی که یکی از این افرادی که حسودن و چیزن یکی ناراحتی براش پیش بیاد، تو دل اینا دیگه داره چی میگن؟ یه چیزی میشکن عروسی بپاس، عروسی بپاس. در صورتی که همه دنیا برای اینا ناراحتن و اینا خوشحالن که ببین بدبخت شد، بیچاره شد، این شد، اون شد، فلان کسکش خدای نکرده مثلا فوت کرد، این شد، این یا پولش از دست داد یا برشکسته شد،
و نمیدونن که بابا جون دیگه زندگی همینه، زندگی بالا پایین داره. شما اگه میخواین برای ناراحتی اینا خوشحال بشین، برای خوشحالیشون هم خوشحال بشین، نه که برای خوشحالیشون قصه بخورین برین یه هفته تو خونه دیپرشن بگیرین که یارو خوشبخته، در صورتی که نمیدونی تو دلش چی میگذره. بچه هم یه برن پشت سرش حرف بد بزنن. من نمیدونم، تو رو به خدا این ضربه ها و آسیب رسوندن ها کسی رو بالا نمیبره. ولی ببینین آدم ها وقتی تو کاتگوری خودشون با هم معاشرت بکنن، اگه تو سر کله هم هم بزنن ناراحت نمیشن. فکر میکنی؟ باور کنی شبیه هم باشن ها. ولی آخه بالاخره شبیه هم باشن تا یه حدی شاید، ولی یارو یه جایی بالاخره دوزاریش باید بیفته. خب اونجا دیگه طرف میفهمه همین. ولی وقتی یه کسی اصلا گروه خونیشون چی ربطی به اینا نداره، اصلا از همون لحظه اول حالت مخالفت رو با اینا داره، میدونی؟ نمیتونه بپذیره، نمیشه پذیره اصلا. هر تقدیر ما انسان هستیم، در انسانیت خودمون که شک نداریم. نه. که نه. با توجه به این همه گرفتاری که تو مملکت برای ما به وجود اومده، این همه ناراحتی هایی که به وجود آوردن و دارن میارن، بله. ما اگر انسان خوبی باشیم، حتی که روزی 10 دقیقه به فکر مردم مملکت خودمون باشیم، اینطور نمیتونیم الکی یه مثال خیلی خوبی هست، بنگاه شادمانی برای خودمون تو دلمون بپا کنیم. بله نه نمیشه. نه. درست هست یا نه؟ واقعا میگم، یعنی بعضیش هم میگن بنی آدم اعضای یکدیگرن، یعنی همین که میگن عضوی درد آورد، همه ناراحت میشیم من ناراحتی دیگران، تو رو خدا از ناراحتی مردم خوشحال نشین. دقیقا. حالا جلوسی من به شما میگم، همین افراد میبینی، همین افرادی که من دارم شما میگم، تقی به توقی که میخوره تو تظاهراتی که میشه، اولین کسی هستن میرن اون جلو پرد زنزلی گازودی هم دستشون میگیرن، بعد اونو میذارن شب هر رو آشه همون کاسه. بله. یعنی فقط میخوان تو سوشال میدیا بگن که ما هستیم. بابا این کلمه، این ما بودن خیلی خیلی بده. خیلی من در عمل اصلا نشون بدین. آره در عمل نشون بدین که شما کی هستین. کار خوب برای خودتون اول بکنین، یه ذره آگاهی پیدا کنین به خدا این افراد، و بعد شایع سازی نکنین. بلد. حرف بد پشت مردم نزنین. دکتر جان من حالا بین حرفتون پریدم چون داریم یواشاش به آخر برنامه رسیدیم، می‌خواستم این مسئله بگم. شما در تولد 85 سالگی همایون بودید. بله چه مهمونی زیبایی، واقعا مرسی از اینکه که اومدید. ما بودیم که، یعنی ما رو دعوت کردین اومدیم، چقدر بهمون خوش گذشت. و یکی از دوستان خیلی خوب من از صبح زود اومده بود اونجا که ذره به من کمک کنه، واقعا چون من خب دست تنها بودم دیگه. تو این فاصله ای که ایشون اونجا بودن و ما داشتیم کار میکردیم، تلفن دستی همایون به صدا در آمد و شهبانو به همایون زنگ زدن. یعنی افتخار دادن واقعا که تولد همایون رو بهشون تبریک بگن. و بعد من سه عادتی داشتم که باشون صحبت کنم و صداشون رو بشنوم و خیلی هم هیجان زده شده بودن خیلی زیاد. این گذشت. خب من خیلی سرحال، همایون خیلی افتخار. تا دیشب با یکی از دوستان صحبت میکردم که اونجا بود، میگو پوری با توجه به این همه کاری که رو دوشت بود و انجام دادی، من دیدم تو چقدر خوشحالی، یعنی تو این مهمونی خستگی درونت احساس نمیکردی. آره. همش با روی باز، با خنده، با همه صحبت خیلی، کنی خیلی. و دل همه رو بخوای به دست خیلی. بیاری، این خودش خیلی میتونه حرف توش باشه. گفتم میدونی چرا؟ چون صبحش از صبح با تلفن شهبانو من جون گرفتم. چارج شدیم. چارج شدم. آره. نه خیلی مهمه. و دلیلش میدونی چرا؟ چون زحمات همایون به باد نمیره. بله. وقتی من دارم میبینم یک همچین شخصیتی در زمان بیماریش در بیمارستان بهشون زنگ میزنن، حالشو میپرسن و در خوشحالیشم بهشون زنگ میزنن و بهش تبریک میگن، این نشون دهنده اینه که این شخص متوجه میشه که همایون چقدر زحمت کشیده. بله. بله.
و همین برای ما کافیه. حالا هی من بیام شعاف کنم، راه بیفتم، میدونی به تو خودم به هر دری بزنم، عکس بگیرم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم که من مطرحم. نه نیستی، والا نیستی شما. وقت خودتون رو دارین اذیت میکنین و دیگران رو دارین آزار میدین. و من اون شب چقدرم لذت بردم. من اون تیکرم فیلمش رو گرفتم براتون فرستادم. بله دیدم. که خود آقای هوشیار نژاد چقدر با عشق و با خوشی راجع به این موضوع صحبت میکردن و شما هم همینطور. ماشاءالله میگم دستتون در نکنه. من همه شای دعا میکنم همیشه سرحال باشین، سالم. مرسی. که از این مهمونی های به این زیبایی و چقدر همه چیزتون درست بود. مرسی. یعنی همه جای نشستن داشتن غذاها بی نهایت خوشمزه. پوریجون خودشون بجز این که حالا کباب و نمیدونم پیش غذاهای مختلف بود و درست کرده بودن، خودشون یه مقدار زیادی غذاها رو همه رو خودشون برای 100 و چند نفر بودن. 150 نفر. آره ماشاءالله. یعنی واقعا یک از یک زیباتر و خوشمزه تر. میگم انشاءالله همیشه سلامت باشی. مرسی عزیزم. آقای هوشیار نژاد هم همچنین. عشق هم دیگر رو بکنین. مرسی و دختر نازنینتون، بچه‌هاتون، نوه‌ها، خوشی‌هاشون رو ببینین، عروسی‌هاشون رو ببینین. واقعا. چون واقعا وقتی که شما با این خانواده آشنا میشین از نزدیک میبینین که چقدر نازنین هستن این زن و شوهر و دخترشون. و میگم بی نهایت هم ازتون ممنونم که ما رو دعوت کرده بودید. بی نهایت جایگاهی تو همیشه در خانواده ما واقعا وجود داره. خیلی به ما خوش گذشت. و شوهر منم بهتون گفتم مهمونی برو نیست زیاد. مگه اینکه واقعا دیگه طرف و دوست داره. اون شب هم یه چیز بود که هی میگفتش که یه جراحی داشت چند روز بعدش. میگفت من ناراحتم اگر امکان داشته باشه نتونم بیام اونجا، چون میترسم توی مردم باشم و یه وقت یه نفر یه بیماری چیزی داشته باشه من ازش بگیرم. گفتم با کسی نه دست بده نه ماچ کن. که اومد و تا آخر سرم نشست. بکنم مجاز آخرین نفری بودیم که از اونجا اومدیم بیرون. ولی حضورتون خیلی برای ما موثر بود، خیلی دلنشین بود، آدم مثبت. من تا اونجایی که میتونستم سعی کردم فقط افراد مثبت واقعا دعوت بکنم. البته افراد مثبت همین دوستان صمیمی خودم و خانواده‌ام هستن واقعا. و دختر نازنینم واقعا فردا صبحش زنگ زد به من، برگشت گفت مامان ببین چقدر متوجه شد این دختر با اینکه اینجا بزرگ شده. گفت مامان خیلی ممنونم از اینکه یه همچین دوستای خوب و یه همچین افراد مثبتی رو برای تولد ددی من دعوت کرده بله. بودی. یعنی این بچه واقعا احساس کرد. برای اینکه انرژی توی هوا همش مثبت بود. بله. یعنی هر کی اونجا بود با عشق اونجا بود به نه. شما و آقای هوشیار نژاد. واقعا خب به این دلیل نیومدم از هر دری سخنی دعوت بکنم. میدونی الان متاسفانه اینطوری شده. خب شما، من گفتم اون دفعه هم بهتون، با این افرادی که شما میشناسین شما میتونستین یه دون استادیوم آدم جمع بکنین. که من بهتون زنگ زدم گفتم پوریشو من فهم میکردم چند نفر دیگه باید حتما هستن. شما گفتین نه من واقعا اینا رو دونه دونه انتخاب کردم و خب متاسفانه خیلی از افرادم دلم میخواست که بودن در این لیست که دعوت بشه ولی جا نداشتن. دیگه شما دیدین که اصلا جا نبود واقعا دیگه. و نمیخواستم دوستان بیان بیستن و وقتی فضا نباشه صندلی هم نمیتونستم بذارم دیگه. به همین دلیل شرمنده شونم هستم و خیلی هم از من گله کردن، زنگ زدن به همایون، از دست من شکایت کردن. حالا تولد خودتون پوری جون بقیه رو دقت کنید. بقیه رو برای تولد شما، اونم برای تولد ان شاء الله. آره بله. در صورت مثل این که داریم به آخر برنامه میرسیم. مریم جون تمومه یا هنوز وقت تموم؟ اوکی. خب بس به این چی خیلی کوچولو شما رسیدین که چی؟ که کسایی که خیلی این اشکالات رو دارن لطفاً برن پلوی تراپیست. و یا اینکه با کتاب، با کلاس، هر چیزی که میتونه بهشون کمک کنه، خواهش و تمنا به خودتون برسید. منم مسیجم همینه که هم به خودتون رحم کنین هم به دیگران رحم کنین واقعا. بله. در هر صورت خیلی ممنون که با من بودین. مرسی عزیزم. ان شاءالله که
هم ویکندتون خیلی خوب و خوش باشه. هر کس هم که روزه میگیره انشالله روزتون قبول. یادتون باشه رو دهنتون رو که از روزه وا کردین همش مثبت، همش حرفای مثبت، و سعی کنید خودتون رو به راه راست هدایت کنید. دقیقا. آره. خب ممنونم. خواهش میکنم. مرسی. روزتون خوش. خدا نگهدار. آره.